سلام دوستان، با دوره آموزشی دانش مدیریت پروژه و نرم افزار مایکروسافت پروژه در خدمتتون هستیم. در جلسه قبل در مورد گام های مدیریت پروژه به طور کلی صحبت کردیم و در این جلسه میخوایم مروری داشته باشیم بر استانداردهای مدیریت پروژه. خب تو این فیلم نمیخوایم زیاد وارد دیتیل استانداردها بشیم و فقط در حد چند دقیقه کوتاه در مورد استانداردهای مدیریت پروژه میخوایم صحبت بکنیم. خب استانداردها اصول پایه‌ای و الزاماتی هستند که به صورت کلی تعریف میشن تا با استفاده از اونها بتونیم یک پروژه رو و یک سیستم مدیریت پروژه رو اجرا بکنیم و انجام بدیم. استانداردها وارد جزئیات نمیشن. از استانداردها ما فقط واسه ایجاد چارچوب کلی یک سیستم استفاده میکنیم که رهنمودی باشه برای ما، برای سازمان ما در پیاده سازی دانش، حالا دانش مدیریت پروژه یا دانش مثلا مدیریت کیفیت یا هر مورد دیگه ای که وجود داره. یکی از معروف ترین مؤسسه هایی که استانداردها رو تهیه میکنه و استانداردهای بسیار متنوعی داره سازمان ایزو هستش که در خصوص مدیریت پروژه ایزو 10006 رو ارسال کرده و داده. اما در مورد مدیریت پروژه پی ام باک معروف ترین استاندارد هستش که فراگیرتر شاید باشه و خب خیلی از اون استفاده میکنن. استاندارد پی ام باک توسط مؤسسه مدیریت پروژه Project Management Institute تعریف شده و خب اصولا مؤسساتی که استانداردها رو تعریف میکنن تشکیل میشن از یک سری خبرگان و بزرگان دانش های مختلف، حالا توی این زمینه دانش مدیریت پروژه، که این بزرگان نشستن در دور هم و استانداردها و الزامات کلی رو تعریف کردن تا دیگران بتونن از اونها استفاده کنن. بنابراین شبیه شاید یک کتاب مقدس توی اون دانش باشه که افراد به در اون رشته به اون کتاب رجوع میکنن و از اون استفاده میکنن. خب این مؤسسه اومده استانداردی به نام پی ام باک، پروژکت منیجمنت بادی آف نالج، به نام پیکره دانشی مدیریت پروژه رو تعریف کرده و در اختیار عموم قرار داده و افراد از این استاندارد استفاده میکنن تا سعی بشه گام های مدیریت پروژه رو اجرایی کرده و اونها رو انجام بدن. خب هر این مؤسسه واسه اینکه اینطوری بگیم، واسه اینکه صلاحیت افراد رو مشخص بکنه، آزمونه‌هایی رو هم در نظر گرفته و افرادی که در خصوص مدیریت پروژه کار میکنن واسه اینکه یک مدرک معتبر بین‌المللی هم داشته باشن که در سراسر دنیا اعتبار داشته باشه میتونن به مؤسسه پی ام آی رجوع کنن و در آزمون هایی که در نظر گرفته شرکت کنند. و یکی از این مدارکی که این مؤسسه به افراد میده پی ام پی هستش، پروژکت منیجمنت پروفشنالز. خب این پی ام پی رو افراد میتونن با شرکت در آزمون ها به دست بیارن که البته واسه گرفتن پی ام پی نیاز هست مقداری سابقه کار در مدیریت پروژه رو داشته باشن و بعد از کسب تجربه خوب در این زمینه برن و وارد آزمون بشن. واسه اطلاعات بیشتر دوستان میتونن به سایت pmi.org مراجعه کنن و خب اونجا دیتیل های مختلف واسه اینکه یادگیری بیشتر هم داشته باشن و اینکه چجوری آزمون رو بدن و خب تمپلیت های مختلفی هم واسه شون گذاشته شده، میتونن از دانشی که تو این سایت قرار داده شده استفاده کنن و بهره ببرن. خب توی پی ام باک ما مواجه میشیم با فرآیند کلی مدیریت پروژه که اینو قبلا با هم مرور کرده بودیم. ما گام های مدیریت پروژه رو که خواستیم تعریف کنیم از این فرآیند استفاده کردیم و بر اساس فرآیندی که پی ام باک تعریف کرده اومدیم گام های مدیریت پروژه رو تعریف کرده بودیم با هم. بخاطر من اینو دیگه توضیح نمیدم و میدونین که واسه اجرای کردن یک سیستم مدیریت پروژه ما باید ابتدا فرآیندهای آغازین، بعد برنامه‌ریزی، اجرا و کنترل همزمان و آپدیت کردن برنامه‌ریزی و در نهایت پس از کنترل نهایی فرآیند اختتامیه رو اجرا کنیم. واسه اینکه
افراد و اشخاص بتونن این فرایند رو به خوبی اجرا کنن، پی ام باک 10 دانش مختلف رو تعریف کرده که این 10 دانش‌های 10 گانه پی ام باک به این صورت هست که 4 تا دانش اصلی رو جدا کرده که اینجا می‌بینیم. این 4 دانش اصلی به طور مستقیم با محصول نهایی درگیر هستن، یعنی تحویل شدنی ها به صورت مستقیم با اینها درگیرن و از اینها تأثیر میپذیرن. مدیریت محدوده که صحبت کرده بودیم، مدیریت زمان، هزینه و مدیریت کیفیت که دقیقا اینها تأثیرگذار هستن روی یک محصول و اونها رو به صورت مستقیم میتونن مشاهده کنن. بقیه فرایندها که اینجا 5 نوع هستش، این 5 نوع فرایندهای پشتیبان میتونه در نظر گرفته بشه که پی ام باک اونها رو فرایندهای تسهیل دهنده معرفی کرده و در واقع پشتیبان این فرایندها هستن. ما از اینها برای پشتیبانی کردن محصول نهایی که میخواد ایجاد بشه، شاید به صورت مستقیم منابع انسانی درگیر مدیریت منابع انسانی، البته نه خود منابع انسانی، مدیریت منابع انسانی درگیر تحویل شدنی نباشه، اما پشتیبان این هستش. اگر من مدیریت منابع انسانی خوبی نداشته باشم، 100% رو کیفیت من تأثیر میگذاره و اشخاصی که به طور مثال یک نمونه شو در نظر بگیریم، اگر من کارمندان ناراضی داشته باشم و اون کارمندان ناراضی در حال کار بر روی یک پروژه هستن، اون اختلالی که توی ذهنشون وجود داره، نارضایتی که تو دلشون وجود داره، بر تولید محصول 100% تأثیر میذاره و کیفیت نامناسبی رو ایجاد میکنه. پس و همینطور ارتباطات، اگر من ارتباط خوبی رو بین رده های مختلف ایجاد نکنم و دانش رو به صورت مناسب و اطلاعات رو به صورت مناسب تقسیم نکنم، شاید خیلی از موارد وقتی کاری باید انجام بشه شخص اطلاعی نداشته باشه از اون حالا کاری که باید انجام بشه و کار ناقص پیش بره. و همینطور مدیریت ریسک، تدارکات که کالاها به موقع برسه، چه کالایی برسه، در چه زمانی برسه، و 100% مدیریت ذی‌نفعان که بر روی مدیریت محدوده تأثیر کاملا مستقیم داره. خب یک دانش دیگه که دانش مدیریت یک پارچگی هستم اینجا پی ام باک واسه ما جدا کرده، که در واقع این دانش ها که در حال حاضر مجزا میبینیم، توسط دانش مدیریت یک پارچگی باعث میشه که با هم روابطشون برقرار بشه و یک پارچگی کلی بین تمام دانش ها ایجاد بشه و باعث اجرایی شدن دانش های دیگه بشه در واقع، و خب از اهمیت به خصوصی برخورد. خب امیدوارم استفاده کامل رو کرده باشین. ما نمیخواستیم اینجا واقعا وارد دیتیل و جزئیات استاندارد پی ام باک بشیم. شما دوستان اگر بخواین اطلاعات بیشتری رو کسب بکنین، اول من پیشنهاد میکنم که مرجعی که توی ابتدای دوره مشخص کرده بودم، کتاب دکتر سبزپرور رو مطالعه کنین و سپس به کتاب‌های دیگه که در زمینه پی ام باک و مؤسسه پی ام آی مخصوصا فارسی هم زیاد هستن میتونید مراجعه کنید و اونها رو تهیه کنید و مطالعه کنید و حتما به سایت pmi.org هم مراجعه کنید و اطلاعات و دانشی که اونجا هست رو استفاده کنید. ممنونم از توجهی که داشتین. امیدوارم موفق و پیروز باشین. خدا نگهدار.